اش ویکتور، شما شبان کلیسای پنتیکاستی آشوری شهر آرا بودی در تهران. میتونید لطفا در مورد اون روزها به ما بگید و اینکه چرا و چطور شما در رهبری شما در اون کلیسا خاتمه پیدا کرد؟ البته خدمت من از سال 1354 شد، بس یک فروردین، و در ارومیه شروع کردم تا اینکه سال 58 برای تحصیلات رفتم هندوستان، سال 63 برگشتم. ولی از همون بد به ورود به خدمت سال 1354 من خدمتم رو شروع کردم در کلیسای پنتیکاستی آشوری ایران، ارومیه، بعد تهران، و بعد از این که از هندوستان برگشتم دوباره تهران بودم و اغلب در شهرهای مختلف مثل کرمانشاه، همدان، ارومیه سفر میکردم و فقط معمولا یک جلسه به زبان فارسی آشوری برگزار میکردیم، بقیه جلساتمون به زبان فارسی بود، تا اینکه تقریبا در سال 1374 اومدم تهران، ساکن تهران شدم. اونجا هم همین خدمت رو شروع کردیم، هم به زبان آشوری هم به زبان فارسی، چون جمعیتی که داشتیم فارسی زبان و آشوری زبان و ارمنی زبان و کلدانی بودن و به این خاطر به زبان فارسی هم جلسات برگزار کردیم، تا اینکه رسیدیم به سال 88 با کلی مشکلات و رفتنها و اومدنها با آقایونی که در وزارت اطلاعات کار میکردن و تهدیدات فراوان برای خود و خانواده، همه اینا باعث شد که فشارهای متعددی بر من و خانواده‌ام به وجود بیاد و بیشتر من میکردن که ما به هیچ وجه نباید به زبان فارسی صحبت کنیم، آموزش بدیم، موعظه کنیم و در این حال نباید مسلمان ها رو به کلیسا راه بدیم. البته این اشتباه رو میکردن، مسلمان میره مسجد، مسیحی میاد کلیسا، و اونایی که میمدن کلیسا مسیحی بودن، به مسیح ایمان داشتن، و ما با اینا کار میکردیم، آموزش های متعدد رو نیز انجام میدادیم و بزرگترین مانع همین بود که نباید به زبان فارسی، نه ادبیات فارسی داشته باشیم، نه کتاب مقدس به زبان فارسی، نه هیچ متن فارسی نباید میبود. و سالیان سال در مورد این موضوع من خیلی مقاومت کردم، همین مقاومت باعث شد که بریزن کلیسا رو ببندن و ما رو بیرون کنن. بعد چند وقت بعد از اون کلیسای کرمانشاه رو بستن، چون کلن خدمت فارسی زبان بود. بعد کلیسای ارومیه رو بستن، چون اونجا هم فعالیت فارسی زبان زیاد داشتیم و مسائل سیاسی زیادی بود که دیگه نمیخوام واردش بشم، باعث شد که کلیسا رو به این صورت ببندن و الان قابل استفاده نیست. و البته اینم خاطر نشان بکنم که در بین آشوری ها 4 کلیسا وجود داره: کلیسای کاتولیک آشوری، کلیسای شرق آشوری، کلیسای انجیلی آشوری، کلیسای پنتیکاستی آشوری، که همه فعالیت های مذهبی رو بین جامعه آشوری این 4 کلیسا انجام میدادن و معروف بودن به 4 کلیسای 4گانه، و یکی از این کلیسای 4گانه کلیسای ما بود که اونو به این صورت بستن و جلوی هر نوع فعالیت رو دیگه گرفتن. خیلی ممنونم از توضیحات مفیدتون. ولی بعد از اینکه این کلیسا رو در واقع از شما گرفتن، بستن و بعداً هم به شکل دیگه در اختیار کلیسای شرق آشور قرار گرفت، شما به جلسات عبادی و جلسات مطالعه کتاب مقدس در منزل خودتون ادامه دادید. میتونی کمی در مورد این جلسات به ما بگید و اینکه تو این جلسات چی میگذشت و انگیزه شما از میزبانی این جلسات چی بود؟ البته دیگه ما وارد کلیسای زیرزمینی شدیم، دیگه اون فعالیت ها و استراتژی که بیرون در کلیسای بیر ساختمانی هست وجود نداره. شکل خدماتی که خیلی
فرق میکنه. اگه میخوام اونا رو بروز بدم خیلی از دوستان رو گرفتار مشکلات خواهم کرد. ولی چیزی که بسیار مهمه استراتژی روح القدس دیگه کار میکنه. نه فکر ما خادمینی که در داخل بودیم. و موفقیت کلیسای زیرزمینی خیلی بیشتر از کلیسایی است که الان دیده میشه. فعالیت ها بسیار بسیار گسترده است و شما رو به یه مبارز تبدیل میکنه که مرتب باید در تفکر استراتژی های مختلفی باشی که بتونی از هر جنبه هم امنیت خودتو هم امنیت شرکت کنندگان رو داشته باشی و بعد رشد هم بکنی. اینه که هیچ وقت جلوی فعالیت گرفته نشده و چیز بسیار مهمی که توی این قضیه وجود داره دیگه موعظه به اون صورت نیست یا لکچری به اون صورت نیست. شما دیگه با گروه های کوچک کارهای خیلی بزرگی میتونی انجام بدی و بزرگترین اشتباه رژیم این بود که کلیسای ساختمانی رو بست و باعث شد که از این طریق کلیسا بیشتر رشد کنه و الان دیگه نمیتونن جلوی این رشد رو بگیرن. خیلی ممنونم. با وجود این تأکیدی که شما کردید در مورد امنیت کلیسا و اینکه کلیسا هوشیارتر به فعالیت خودش ادامه میداد، شما حدوداً 5 سالی از این ماجرا گذشته، در دیماه فکر میکنم سال 93 بود که موقع برگزاری جشن میلاد مسیح مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار گرفتید تو جمعی که خانواده شما بودن و همینطور چند تا از نوکیشای مسیحی. اون روز دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ میتونید برای ما اون شرایط اون روز رو یادآوری بکنید؟ ببینید، دید و بازدید عید یک امر بسیار معمولی است برای مسیحیان، فرقی نمی‌کنه چه عاشوری چه ارمنی، و ما این دید و بازدید رو هر ساله می‌ذاشتیم در فضای خونه خودمون. بچه‌ها می‌اومدن برای دید و بازدید، برای تبریک، و در روزی که دستگیر شدیم جمع مختلفی بود از آشوری، ارمنی و نوع ایمانداران فارسی زبان برای بازدید بود. و معمولا در بازدید ما دعا میکنیم، سرود میخونیم، با هم مشارکت میکنیم. و حالا از کجا چطور متوجه شده بودن دیگه به اون کاری نداریم. و روز جمعه بود، ساعت 5:30 ریختن تو خونه بدون اینکه برگر نشون بدن که حق برن بیان خونه. بعضی وقتا نفرات اونها بیشتر از نفرات ما در خونه بود. تو خونه اونها در اقلیت بودن، ما در ببخشید اونها در اکثریت بودن، ما در اقلیت. حق صحبت کردن با هم دیگر رو نداشتیم. اونجا بازجویی‌هاشون شروع شد از خیلی از بچه ها، ازشون عکس می گرفتن، فیلم می گرفتن همراه با کارت ملیشون. بعد از کلی این برنامه ها دیگه همه رو بیرون کردن، ما موندیم با این دوستان که دیگه خیلی از چیزهایی که در خونه بود بردن، مدارک، اسناد و چیزهای مختلف رو. ساعت تقریبا 12:30 شب بود که دیگه اون موقع مامورین منم با خودشون بردن. شب بسیار تلخی بود، شب زیاد جالبی نبود. برخوردشون تو اون لحظات با شما محترمانه بود یا احتمالا توهینایی هم میکردن؟ شما محترم رو چی تعریف میکنی؟ وقتی که 70 نفر میرزن تو خونت، بعد میگن آقا شما تو خونت سگ داری؟ میگیم چرا، اگه سگ دارید نجس ما با کفش بیاییم تو. این دیگه خیلی محترمانه است. این که همه وسایل زندگی تو بردارم با خودشون ببرم، نمیشه گفت رفتار محترمان. این غیر محترمان است که بریزن خونت و بدون اینکه مجوزی داشته باشن برای
بردن خیلی از وسایل شخصی، تقریبا 1000 جلد کتاب از خونه من بردن، مدارک بانکی بردن، اسناد بردن، هنوزم بعضی از این وسایل پیششون هست. یعنی که به این نمیتونیم بگیم رفتار محترمانه. شما رو بعد از اینکه اون شب بازداشت کردن و همراهش خودشون بردند، در سلول انفرادی قرار دادن، جایی که شما 65 روز رو گذروندید. بعدا مدعی شدن که شما هیچ وقت روی زندان، رنگ زندان رو هم ندیدید به خودتون. اولا اون روزها رو چطور به خاطر میارید و واکنش شما به اون اظهاراتی که معمولا در رسانه‌های حکومتی ذکر میشه چیه؟ البته رنگ زندان رو ندیدیم، اینا درست میگن، چون همیشه چشم بند بود توی چشممون، ولی داخل بند 209 معروفه، بند معروفیه برای زندانیان سیاسی، که اسم منم کاملا امنیت سیاسی شد، انگار که مسیحیتی که شاخه پروتستانه کلن سیاسی محسوب میشه. شما داخل یه سلول 2.20 متر طولشه، 1.5 متر عرضشه، 4 متر هم بلند ارتفاعشه، 24 ساعت چراغ ها روشنن، از روی در چراغ روشنه، پشت سر دیوار چراغ روشنه، راه روی داخل چراغ روشنه، بعد 24 ساعت هم رادیوی صدای قرآن روشنه، شما دروس قرآن رو میشنوید، تلاوت قرآن رو میشنوید، بعد مرتب اتفاقات میفته. و بعد توی این بند شما بخواید ببخشید برید سرویس بهداشتی باید خبر بدید، در 15 دقیقه بعد دیگه میان میگن کارتون چیه، میگن میخوام برم فلان جا، دیگه تو حبسی. شما یه تجربه شخصی است، یعنی هر فردی ممکنه تجربیات خاص خودش رو داشته باشه. توی انفرادی معمولا 7 روزه برای زندانیانی که زندانیان ناراحتی هن، ناامنی ایجاد میکنن، نه اینکه شما یه فرد رو از بیرون بیار بکن توی یه اتاق که خیلی کوچک و بعد انتظار داشته باشی مشکلی براش نباشه. بعد خیلی وقتا دوچار خیلی از مشکلات میشی داخل. اگر شما 5 ساعت خودتون رو توی خونه حبس بکنید، تجربه خیلی جزئی خواهید داشت از این وضعیت. و ما کار نداریم که دیگران چی میگن. من 65 روز توی انفرادی با مسیح لذت بردم. حتی بعد از 47 روز که با بازجوهام حرفمون شد، مشکل درست شد، فرداش گفتن شما میرید سویت. برای تغییر سلول هیچ وقت سوال نمی کردن که میخوام سلول تو عوض کنیم، میومد میگفتن جمع کنیم، میگفتم کجا، میگفتن ربطی نداره بیا بریم. بعد میرفتید یه سلول دیگه، یه سلول گرم، یه سلول سرد، یه سلول باد، یک سلول کثیف، این سلول رو عوض میکردن. ولی اون روز گفتم میخوام ببرم سلول سویت، نپذیرفتم، چون تو انفرادی با مسیح خیلی لذت می‌بردم تا برم سویت. و تا 65 روز که تو همون انفرادی بودم، بعد 2 روزم بردم قرنطینه. تو قرنطینه بود که بچه ها وثیقه گذاشتن و اومدم بیرون. من 8 شب حالم هیچ خوب نبود، شبا همش 2 ساعت میخوابیدم، هر 20 دقیقه یا با کابوس بیدار میشدم یا اینکه عرق میکردم بیدار میشدم یا تپش قبض داشتم. 8 روز من به اینا گفتم حالم خوب نیست، گفتن نه تو روزا میخوابی، شبا نمیتونی بخوابی. بعد این فشارهای سختی که داشت، من 8 شبانه روز نخوابیده بودم، این وضعم بود، منو بردم برای اینکه جلوی دوربین مصاحبه بکنن که نپذیرفتم. برگردوندن شب 9:30 اینا بود که معمولا دارو رو اون موقع میارن 9 شب بخوری، اومدن گفتن دکتر میخواد ببینه.
بعد از 8 شب تازه بردن دکتر بگن که آقا شما چطوره، میگفتی که نمیتونی بخوابی. تجربه یه تلخ و تجربه شیرینی بود. شیرینیش به خاطر این بود که مسیح اونجا بود. در مورد این دوران مطمئنم از خیلی ها که باشون گفتگو کردم تجربه مشابهی رو گذروندن، از طیفی از احساسات اونجا تجربهش کردن و از ترس و نگرانی برای خودشون و خانوادهشون، دیگر عزیزان ایمانداری که با اونها دستگیر شدن یا ممکنه بشن، و همینطور امید و ایمانی که شما به برخی از اونها اشاره کردید. این در مورد این احساساتی که شما اونجا ازش میگذشتی تجربه میکردید میتونید کمی به ما بگید؟ میدونید فکر میکردن که من قبلا باشی پس زدم. من سالها پیش کتاب های ریچارد ویمبراند رو مطالعه کرده بودم. چند تا کتاب داشت. خیلی معروفه، یکیش تو ایران ترجمه شده در زیر زمینی خدا. به انگلیسی داشت For this blanket I will kill you. کتاب های مثل این و معمولا تهدید ها فراوانه. اما تمامی این 65 که من رو نگه داشتم به این خاطر بود که من حاضر نشدم هیچ نوع همکاریشون بکنم، حاضر نشدم اسم کسی رو بیارم، حاضر نشدم که بقیه دوستان رو، برادران رو تو همین خطری بندازم که خودم توش بودم. برای همین مدت زندان من خیلی طولانی شد. در 65 روز انفرادی فقط 13 روز منو بازجویی کردن. مدت طولانی شما رو رها میکردن بدون بازجویی؟ بله، من ده روز بدون بازجویی، یک هفته بدون بازجویی، 4 روز بدون بازجویی. بعد میرفتیم بازجویی، داستانهای خودشون رو تعریف میکردن و مجبور بودی که به داستانشون ادامه بدن که دیگه بازجویی زیاد نکنه. بالاخره بعد از همه این ماجراها و آزادی موقت شما، مدت زمان طولانی هم طول کشید تا حدودا 3 سال بعد حکم 10 سال زندان رو برای شما صادر بکنن. واکنش اولیه شما به خبر صدور یک همچین حکم چی بود؟ انتظار نمی رفت، ولی خب در باجویا به من گفتن که شما 10 سال زندان خواهید داشت. و در دادگاه هم خیلی ساده، دادگاه من همش 2 دقیقه طول کشید و حتی با قاضی صحبت خیلی کوتاه کردم، گفت شما اقدام علیه امنیت ملی. گفتم به من بگوین امنیت ملی چیه که من در مورد اون دفاع کنم. گفت هر وقت حکم دادم اونقدر میفهمی. که خیلی طبیعی بود، قبلا گفته بودن، ولی من خیلی امیدوار به تجدید نظر بودم که توی تجدید نظر حتما این حکم تغییر پیدا بکنه، که متاسفانه اون اتفاق هم نیفتاد. خب دردناکه شما برای جرمی که مرتکب نشدی، خطایی که نگردی، تنها جرم اینه که مسیر رو دوست داری، خداوند رو عبادت میکنی. این الان دیگه تو اون کشور جرم است برای مسیحی. متاسفانه شما به این حکم بالاخره اعتراض کردید و درخواست تجدید نظر دادید همونطور که گفتید، ولی باز 3 سال دیگه طول کشید تا بالاخره در تابستان سال 1399 بود که به شما اطلاع دادن که حکم دادگاه بدوی به همون صورت تایید شده. میشه کمی در مورد این دوره طولانی انتظار بگید و اینکه واکنش شما وقتی که شنیدید دادگاه تجدید نظر هم خلاف اون چیزی که انتظار داشتید اعتراض شما رو وارد ندونسته چی بود؟ همین دوران انتظار کشیدن خیلی سخته. در طول سال معمولا 3-4 بار دادگاه تجدید نظر بود و وقتی که 2 ماه قبل حکم میدادن استراحت نگرانی شروع میشه و شما دیگه اون آرامش فکری روحی رو نداری چون نمیدونی چی میشه. بعد دادگاهیست که شما هستی و قاضی، کسی دیگه نیست.
وکیلم کنارت هست ولی به حرف کسی گوش نمیدن. از قبل انگار تصمیم گرفتن فقط یک بازی شما داری میری میای. اگه این بازی تمام میشه اونجا سخته. یه مسئله هست فارسی میگم برای گربه بازیه، برای موش مرگه. اینه که شما این مرگ رو چندین بار تجربه میکنید در طول سال، حداقل 3 یا 4 بار، 3 سال حساب کنید 12 بار این رو تجربه کردید. ولی خب خدا رو شکر همیشه فیض خداوند بود، همیشه حمایت خداوندم بود. تا دیگه در اوائل امسال 1398 که خونه بودم، از دفتر وکیل زنگ زدن گفتن که متاسفانه حکم بدون تایید شده بدون اینکه آخرین دفاعیات ازتون گرفته بشه. تو مبلم جنون شسته بودم دیگه نتونستم تکون بخورم تا اینکه فرداش رفتم پیش وکیل، اونجا دیگه فهمیدیم مشکل چی هست. مدت کوتاهی هم بعد از اون بود که در زمانی که حکم دادگاه تجدید نظر برای شما ابلاغ شد، همسرتون خواهر شامیران برای اجرای حکم زندان احضار شدن و شما بالاخره تصمیم گرفتید که از کشور خارج بشید. کمی در مورد این که چطور بعد از این سالها که فرصت‌های بیشتری هم داشتید برای اینکه خارج بشید، ولی در نهایت بعد از این ماجراها و اینکه همه تلاش‌های قانونیتون رو برای دادخواهی انجام دادید، به این تصمیم رسیدید که از کشور خارج بشید و اینکه چطور به این تصمیم رسیدید و احساسات شما وقتی که داشتید وطن خودتون رو برای یک آینده نامعلوم ترک می‌کردید چی بود؟ تصمیم فوق‌العاده سختی بود. من به هیچ وجه نمی‌خواستم از ایران بیام بیرون. اگر 2 سال 3 سال زندان میدادن میپذیرفتم، و چون خیلی دیر رای دادن، سن من الان تقریبا 66 سالمه و حساب کنید الان برم زندان زنده میرم ولی دیگه زنده نمیام بیرون. بعد اینکه اطرافیان خیلی اصرار داشتن خیلی سالها پیش که آقا اینجا نمونید برید، و تجربه پسرم که زندان بود، بعد دیدم که بخوام بمونم در ایران دیگه زیاد مفید نخواهم شد. 10 سال زندان دردی رو دوا نمی کنه. ممکنه یه مدتی راجع به صحبت کنن برای مبارزات دیگر برادران خیلی خوب باشه، ولی دیگه برای من چندان مفید نبود. اما برای خروج از ایران شاید بگم دردناک‌ترین سفری بود که من انجام دادم. شما نمیتونی وطن تو جایی که توش بزرگ شدی خیلی ساده ترک بکنی. سخت‌ترین قسمت زندگی یک نفره. بعد همه تعلقات تو، تعلقات من خونه ماشین نبود، تعلقات من خیابون ها نبود، تعلقات من افرادی بودن که 45 سال خدمتشون کردم در اکثر نقاط کشور. عشق بود، محبت بود، امید بود، زندگی بود، سر و سفره هم دیگه نشستم بود. جدایی از اینا فوق‌العاده سخته. فکر کنم هر ایرانی که این تجربه رو داره میدونه این چه دردی رو در دل انسان ایجاد میکنه. سخت‌ترین تصمیم زندگی من بود که مجبور شدم بگیرم. گفتم شاید در بیرون مفیدتر واقع بشم، هم میتونم اینجا به مبارزاتی که از مسیحیت پیروی کردن از مسیح، ما داریم از مسیح پیروی میکنیم، حالا چه در ایران که اینجا. اگر من فکر کردم میتونم مفید واقع بشم که بیام اینجا بتونیم کاری بکنیم که دیگر برادران در ایران
بهتر شاید آزادتر زندگی کنه. چون الان میدونم درد چیه، میدونید درد فقط آشوری ارمنی نیست، درد همه آنانی هستن که حتی به خاطر جرمای سیاسی هم توی زندان هست. درد اینه که شما به خاطر ایمانت جفا ببین، ولی خدا رو شکر همین جفاها ایمان رو خیلی قوی میکنه. خیلی ممنونم از الان همراه همسرتون توی کشور امنی هستید، چه حالی دارید الان و خصوصاً که به هر حال مجبور به ترک کشورتون شدید، ولی توی این روزا شرایط و اوضاعتون چطوره؟ اون فشارها استرسات نیست، هفته اول سخت بود ولی ده تنگی ها فراوانه، اون امید ها، اون چشمایی که ازشون خداحافظی کردی، اون افرادی که بودن، اونا سخته، نمیذاره اینجا خیلی راحت باشی. درسته جسمم مشکل نداری، برای روحن شما یه جای دیگه ای، تعلقاتت یه چیز دیگه است، اونا رو نمیشه هیچ وقت ترک کرد یا فراموش کرد. با امید اونا زندگیم که یک روزی در میانشون باشیم دوباره. با فشارهایی که جمهوری اسلامی بر شما و خانواده شما به خصوص و البته به دیگر خادمین و رهبران مسیحی هم آورده، به نظر میاد که حکومت ایران سیاست فشار بر رهبران مسیحی رو برای وادار کردن اونها به خروج از کشور دنبال میکنه. آیا شما اینطور ماجرا رو میبینید؟ آیا چنین برداشتی به نظر شما درست هست؟ همین بود مشکل من. 88 نبود، مشکل من قبل از اون بود. یعنی خیلی خیلی مواقع خیلی جاهایی بردن که میری تو ولی دیگه بیرون اومدنت مشخص نیست. اغلب هم میگفتن شما باید تنها بیایی، ولی من همیشه این افراد رو منتظرم بود. خیلی وقتا تو خیلی صحبتهایی که میشد همیشه میگفتن چرا نمیری، برید بیرون براتون خیلی بهتره. این همه فشار برای اینه که شما کشور رو ترک کنید. برای همین من این همه سال تعمل کردم، سب کردم. ولی اگر این حکم 10 سال نبود من باز میموندم، ارزش داشت. 2 سال چیزی نیست، ولی 10 سال دیگه فکر نکنم ساده باشه. ولی این فشار همیشه بوده. ما از 2 روز بعد انقلاب ما این فشار رو داشتیم به نحوای مختلف، در امور کلیسا دخالت می کردن، در خیلی از اتفاقات، خیلی از مسائل اجتماعی آشوری رو انجام می دادیم، همراهی می کردیم، ولی باز مشکل سر جای خودش بود. نمی خوان و آلانی که برای مسیحیت کار می کنن اونجا باشن. الان امید و چشمانداز شما برای آینده زندگی و خدمتتون خارج از ایران چیه؟ دارم راجع بهش فکر میکنم که چه کار میشه کرد، با دوستان چطور میشه کار کرد. بالاخره کار خداوند همه جا هست، اما من بیشتر فکرم همون کشور خودم هست، ایران هست، و چطور میتونم برای کشورم در اینجا خدمتی بکنم، برای بچه‌هایی که اونجا هستن، بچه‌هایی که الان تو زندان هم به خاطر ایمانشون و متاسفانه زندان‌های طویل و مدت میدن به مسیحیان. این بدترین قسمتشه، جایی که میشه با 2 ماه 3 ماه زندانی به مردم داد، میکننش 5 سال 7 سال 10 سال و بدترین نوع زندان رو برای مسیحیان در نظر میگیرم متاسفانه. ایش ویکتور عزیز، در این چند سال که از این ماجرای دستگیری اول گذشته، به خصوص مسیحیان زیادی در سراسر دنیا برای شما دعا کردن، یا فعالان مختلف حقوق بشری در حمایت از شما اقداماتی کردند. ممکنه خیلی هاشون هم این گفتگو رو ببینن. احساس شما در رابطه با این حمایت و پشتیبانی که به عمل اومده چی بوده و چی دارید بهشون بگید؟ اول اینکه خیلی خیلی ممنونم.
در اونجاست که آدم در تنگی ها، در سختی ها، در اتفاقاتی که ناگواره یک نیروی پشت سرت همیشه احساس میکنی. من گفتم که خیلی راحت در سلول بودم به خاطر این بود که میدونستم دعاهای زیادی هست. راحت میدونستم بعد از اینکه از بازداشت اومدم بیرون راه برم میدونستم که خیلی ها دارن دعا میکنن. نیروی عجیبیست. تا آدم تجربه نکنه نمیدونه که انگار یه پوششی هست، یک سپری هست، یه حصاری هست که خدا و میگه گرداگرد ترسندگان خودش خواهد کشید. این حصار رو احساس میکنه، احساس امنیت، احساس اینکه هیچ وقت تنها نیستی، هیچ وقت تنها نیستی. و ممنونم برای همه فعالین حقوق بشر، برای همه آنانی که واقعا زحمت کشیدن، وقت گذاشتن، و برای آنانی که واقعا دعا کردن. و امروز که ما اینجاییم ثمره این دعا هست. معجزه اتفاق افتاد که ما تونستیم از کشور خارج بشیم. یه چیز دیگه ای من نمیتونم روش اسم بذارم و این همش هم فقط و فقط به خاطر دعا. عجیب جواب میده. اجازه بدید من از شما تشکر کنم. شما کم زحمت نکشیدید، به نوبه خود خیلی کار کردید و خیلی خیلی متشکرم. و افراد عزیز هستن که الان نمیتونم اسمشون رو بیارم، ولی مدیون همیشگی دعاهاشون و فعالیتاشون هستیم و شما هم همینطور. ممنونم از وقتی که گذاشتید. Thank you.